به نام خدا. اخیراً زمانی که در حال بررسی کدهای پیامرسان تلگرام بودیم به یک نقطه آسیب‌پذیری برخورد کردیم که امنیت کاربرها رو به شدت تهدید می‌کنه. حتی احتمالاً موقعی که این فیلمو می‌بینیم تیم تلگرام در جریان این آسیب‌پذیری قرار گرفته. بله و خب جای تعجب داره، نرم افزاری که برای اینکه اثبات بکنه آسیب‌پذیر نیست، حداقل دو مرتبه مسابقاتی با جواز چند صد هزار دلار برگزار کرده، روش روشنی برای ارسال باگ‌های امنیتی بهش ارائه نمی‌کنه. خب برای نشون دادن این آسیب‌پذیری ابتدا یک بسته اینترنت از یکی از اپراتورهای تلفن همراه می‌خریم. خب بسته 600 مگابایتی رو انتخاب میکنیم، ولی همونطور که میدونیم فرق هم نمیکنه بسته با چه حجمی بخریم. دقیقا. حالا باید منتظر بمونیم تا پیامک فعالسازی بسته برسه. بالاخره بعد از 70 ثانیه اسمس فعالسازی بسته رسید. دستش هم در نکنه، خیلی سریع فعال شد. حالا وارد تلگرام میشی. با توجه به اینکه این خط حالا از تلگرام استفاده نکرده، ابتدا باید عضو بشیم و شماره تلفن وارد کنیم. حتی بعیده بتونید شماره تلفن اون رو ببینید. بله. کد فعال سازی. حالا باید یک نام و نام خانوادگی وارد بکنیم. یه نام و نام خانوادگی واقعی البته. وارد حساب شدیم. به معنی کار عادی البته. درسته. حالا برای تست یه پیغام معمولی به خودمون ارسال میکنیم. وارد پیغام میشیم. این دفعه دو پیغام ویژه برای خودمون ارسال میکنیم. در واقع این آسیب پذیری دقیقا در ویژگی این پیغام. طبق اعلام تلگرام حداکثر طول پیغام‌های متنی نمیتونه بیشتر از 4096 حرف یا بایت باشه، اما همونطور که می‌بینید طول این پیغام به مراتب بیشتر از این حرف است. اینکه راهی وجود داره که این محدودیت دور بخوره به شدت امنیت کاربرها رو تهدید می‌کنه. دقیقاً با وجود همچین مشکل امنیتی، شخص میتونه با ارسال همچین پیام‌های ویژه‌ای با طول چندین میلیون از اینترنت هر کسی رو تموم کنه، یا حتی مثلا با ارسال پیام‌های ویژه‌تر باعث گوشی هر کسی هنگ کنه. ویدیو و عکس ها صرفا در صورت تایید گیرنده بر روی دستگاه بار میشن، اما پیام های متنی و ویژه از این قاعده مستثنان. چون میخواییم پیام های ویژه تری به خودمون بفرستیم و ممکنه دستگاه و مشکل روبرو بشه، بهتره به صفحه قبل برگردیم. بله. اما چرا این آسیب پذیر از درجه اهمیت بالایی برخوردار؟ همونطور که میدونین برای نمایش این آسیب پذیر از بسته اینترنتی استفاده کردیم تا در انتها حجم اینترنت مصرفی رو بهتون نمایش بدیم. در صورتی که این کارو نمی کردیم، برای هر کیلوبات مبلغی بین نیم تا 75 صدم ریال پرداخت می کردیم که برای 1 گیگابایت حداقل مبلغی معادل 50000 تومان پرداخت می شد. از طرف دیگه سرعت اینترنتی ما چیزی بین 300 تا 500 کیلوبایت بر ثانیه است که برای دانلود 1 گیگابایت داده چیزی معادل 45 دقیقه لازم. اگه دقیق‌تر به عددی گفته شده توجه کنین، در صورتی که از بسته استفاده نکنین، حتی ممکنه یه شب تا صبح حدود 10 گیگابایت از طریق تلگرام پیغام دریافت کنیم، این معادل 500 هزار تومان همینجوری استفاده بشه و طبیعتاً خطتون یه طرفه میشه، یا اگر از سیم کارت اعتباری استفاده میکنید هرچی شارژرین مصرف میشه. خب به ارسال پیام های ویژمون ادامه میدیم. خب بریم ببینیم اسمس پایان بسته رسیده یا نه. هنوز اسمس نرسیده. خب برمیگردیم به تلگرام. اسمس رسید. همونطور که میبینید 256 مگابایت از اینترنت خریداری شده استفاده شد. حیف شد. به تلگرام برمیگردیم تا پیام های دریافت شده رو ببینیم. خب اینا همون پیغام های ویژه‌ای که به خودمون ارسال کردیم. همونطور که میبینید دستگاه هیچ واکنشی نشون نمیده. به هر حال این هم کاری که از دستش برمیاد دیگه.
به دلیل مشکلات فنی مجبور شدیم دستگاه رو یک بار ریبوت بکنیم. در اینجا جا داره سری به سایت تلگرام بزنیم. همونطور که میبینید در سایت تلگرام محدودیت حداکثر 4096 بایت برای پیغام های متنی وجود داره. ولی همونجوری که توی فیلم دیدیم همچین محدودیتی وجود نداره و برای تیم تلگرام آرزو موفقیت میکنیم. موفق باشید.